با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه 14 می است. 24 اردیبهشت در سال 98. عرضم به حضور شما ما فردا در خدمت شما خواهیم بود. ولی از پنجشنبه به مدت 2 روز و 3 روز در خدمت شما نخواهیم بود و امیدواریم بتونیم از روز یکشنبه دوباره برنامه ها رو چون روال گذشته اثر بگیریم. بنابراین خواستم به عرضت برسونم که ممکنه که به علت اینکه ما اینترنت نداریم در این روز پنجشنبه جمعه شنبه اینا ممکن استش که اختلالی در پخش برنامه ها به وجود بیاد. خواستم پیشاپیش این رو به عرض و اطلاع شما رسونده باشم و سپاسگزار باشم از همه محبت ها و الطاف شما. عرضم به حضور شما همطوری که روی صفحه ملاحظه میکنید شما ایزانی که از طریق رادیو یا تلفن 712 پیگیر برنامه هستی به عرضت میرسونم که گفتگو میکنیم آقای سیامک نادری نازنی. البته دیروزم یک برنامه رو از رادیو فردا براتون پخش کردم که آقای دکتر لایجی، آقای مستاقی و همینطور مهدی اصلانی نازنین توی اون برنامه شرکت کرده بودن در ارتباط با اوضاع احوال این مطالبی رو که یک جنایتکاری خودش به صراحت گفت ما خودمون یه پا آدم کش بودیم مطرح شده و بنابراین از آقای نادری هم خواستیم که امروز نظر او رو در این باره بشنوید. اجازه بده که در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای نادری و سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. سلام آقای بهبهانی عزیز، خیلی ممنونم از لطف شما و سلام به بینندگان عزیز میهن تیوی. ممنون از حضورت. خود شما چی آقای نادری، هیچ وقت این رولا حسینیان رو دیده بودی؟ اصلا در طول دادگاه و غیر وزاله هیچ وقت باش برخورد کردی تو راه روی جایی یا نه؟ بله، من تقریبا سال 60 بود چون 5 مهر دستگیر شدم، 5 مهر ماه سال 60 تقریبا بین 6 تا 11 مهر ماه که زیر باجویا بودم، یا تو اتاق شکنجه بودم یا تو اتاقی که باجو و پشت در به اصطلاح که باجویی بودم، دو بار فردی رو شنیدم به نام خسرو که معلوم بود که فرد بالایی توی این سیستم و تو اتاقهای باجو تعدد میکرد. دقیقا یادم 7 مهر ماه سال 60 این خسرو که احتمالاً همین آخوند روح الله حسینیان است که به خسرو خوبان معروف، عنصر اطلاعات امنیتی این رژیم تو این 4 دهه از حاکمیتش میرفت. میگن اسم واقعیشه، این یکی قلابیه، روح الله و نمیدونم حسینیان، نه قلابیه، اسم واقعیش همون خسرو خوبان. بفهم. بله، چیزی که اینه میشناسن با همون خسرو خوبان اینه میشناسن. بعد این اومد تو شعبه ما لیست اعدامی های 5 مهری ها رو گرفت که شعبه 20 و 23 من بودم. از اون شعبه 20 نفر رو برای اعدام لیست کرده بودن و تقریبا تو همون روز 57 نفر ما اعدامی داشته بودیم. بعد از اینکه از شعبه ما رفت بیرون، رفت اتاق دیگه که روبروی ما بود، من از زیر چشمم میتونستم از پشت سر که نگاش کنم که در اونجا دنبال لیست اعدامی ها بود و این همون دوره اعدام هاست که بعدن روزنامه ها عکس بچه های مردم رو چاپ میکردن و میگفتن اینا رو اعدام کردیم، حالا شما بیاییم بگین که این اسمش کی بود، فامیلش اگه میشناستش بیاد بگه اسمش چی بود. یعنی بله، یکی دو بار دیگه من این آدم رو
که تقریبا یکی از جنایتکاراست تو همون دادسرا، مثلا به اصطلاح دیدمش که برای همین کار پرونده ها خود متهمی سر میزد، سرکشی میکرد. معلوم بود که سطحش از باجوها و سرباجوها بالاتره. اما این حرفایی که زده چیه؟ نظرتو بشنویم جامعه کامه. بفرمایید ما سراپا گوشیم ببینیم نقد شما به این حرفا چیه. بله، بسیار ممنون از این وقتی که شما به اصطلاح که به من دادین. من 4 تام عکس ارسال کردم از نماجمه های لاجوردی در سال 1363 که سخنرانی کرده بود در رابطه با این 3-4 سالی که در دادستانی بوده. اگر بشه این رو هم پخش کنید تا نمیدونم الان پخش میکنید. بله بله، سخنان روح الله حسینیان که در برنامه رو در رو که مال باند همون راست خود رژیم هست، این در واقع از چند منظر قابل بررسی، خیلی به اصطلاح توش نکات مهمی داره، چه عطب قبل و چه به شرایط جدید کنونی که تضادهای خود رژیم هست، که در واقع اعتراف ناگزیر این آخوند جنایتکار به نفرت مردم از رژیم، که صریحا میگه مردم باید تشکر کنن از آقای رئیسی به دلیل قتل عام 67، نه اینکه انتقاد کنن. این در واقع موضع مردم رو نسبت به این قتل عام نشون میده که چطور این رژیم در تنگناست. میگه دشمن میخواد ما از سوابق خودمون اظهار پشیمانی کنیم، نه، ما باید افتخار کنیم، ما برای این نظام جنگیدیم و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و نظام نوپای اسلامی هم باید قاطعیت نشون بدیم و باید افتخار هم بکنیم. و صریحا میگه که من اعلام میکنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت رو به خرج بدیم، یعنی همون قتل عام 67، قاطعتر از پیش اقدام خواهیم کرد. خب اینجا اذعان میکنه که برای اولین بار برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این نظام نوپا قاطعیت که نشون دادن این تالا نبوده. بعد اعتراف میکنن به نفرت مردم از این قتل عام، از این جنایت علیه بشریت و زندانیان. من از اونجایی که این مصاحبه آخوند روحانیان تو برنامه رو در رو در هیچ رسانه‌ای به طور کامل و البته دقیق ترجمه که نشده بود، ناگزیر همین که متن صحبتاشو از گفتگو به متن در آوردم و همین 4-5 روز قبل پیش بود فکر کنم که به اصطلاح انتشار دادم تحت عنوان یک مقاله ای. چون این مصاحبه حاوی به اصطلاح این نکات بسیار مهمیه که از قضا اختلافات بین جناح‌های خود رژیم رو در شرایط بحرانی کنونی و بازتاب قتل‌عام‌های 67 تو جامعه و نیروهای درونی رژیم و انتخاب این گزینه که تن بدن به این مذاکره با آمریکا یاران، به اصطلاح ما رو به این نتایج بهتر راهنمایی میکنه. اعتراف ناگزیر این حسینیانه به این که مردم با تشکر کنن از رئیسی، این دقیقا نشونگر در تنگنا قرار داشتن اجتماعی این رژیم که در بدنام ساختن آقای منتظری در تمامی وجوهش که از خمینی فاکت آورده جیدن و یا خاطراتی که خود روح الله حسینیان با آقای منتظری داشته توی این مصاحبه مبسوط شرح میده. این نشون از همون اثر و نفوذ موازه آقای منتظری و ویدئوی صوتی است که سال 95 انتشار یافت، یعنی اون دیدار با هیئت قتل عام 67. من بخشی از این نوار که خودم پیاده کردم اینجا براتون از صحبتاش میخونم. نوار از دقیقه 38:30 پیاده شده. روح الله حسینیان:
منتها تأسف ما امروز از این است که یکی از اونهایی که این امنیت را با این سختی ها حفظ کردند برای کشور الان مورد سوال هستند. در جریان انتخابات، منظور انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رو میگه، بین روحانی و رئیسی. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جز این گروهی بودن که منافقین را اعدام کردن. خب آقای رئیسی باید جایزه داد. اولا که آقای رئیسی صبح از خونش بیرون نیومده که بیاد حکم صادر کنه علیه منافقین، منظور سازمان مجاهدینه. مسئول کشور امام تشخیص داده و ایشان را حکم داده و یکی از مسئولین این کار قرار داده، یعنی رئیسی رو. مردم با تشکر کنن از آقای رئیسی و نه انتقاد کنن، نه مسئولین جمهوری اسلامی که خودشون اگر اینها نبودند، یعنی رئیسی ها و این هیئت قتل عام نبود وجود نداشتن، اینها تشکر کنن. یک نامردی رقبا، این عطب سخنان روحانی که میگفت مردم حاکمیتی که 40 دهه اعدام کرده اینها رو نمیخوان و ضد انقلاب، یکی هم رعب و وحشتی است که این فضای سیاسی بر ما تحمیل شده. دشمن همین رو میخواد. دشمن میخواهد ما از سوابق خودمان اظهار پشیمانی بکنیم. نه، باید افتخار کنیم. ما برای نظام جنگیدیم، برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و نظام نوپای اسلامی هم با قاطعیت، حفظ نظام نوپای اسلامی هم بله با قاطعیت نشون دادیم و باید افتخار هم کنیم. من الان اعلام میکنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت رو به خرج بدیم در مورد قتل عام 67، قاطع تر، یعنی با توجه به اینکه تجربه ای رو پشت سر گذروندیم و مسائل رو به چشم خودم دیدیم، قاطع تر از پیش اقدام خواهیم کرد. روح الله حسینیان تو جای جای این بسلا صحبتاش اشارش با آقایی که منتظره معصی در خراب کردن چهره اون رو داره و اینجا هم که میگه آقای منتظری یک اصطلاح زشتی داشت، من نمیخواهم اونو بگم. آنچنان هم حالت اکراه به خودش که میگیره، گویا لومپنیزمی که در خودشون هست اونو به آقای منتظری عطف میده. من نمیخوام اون رو بگم، یعنی اون کلماشو بگم، ولی خیلی حرفای بیدلیل و بی مستند میزد. از این حرفای گتره‌ای، یعنی اونجا خنده حضارم که اونجا بودم و اون خبرنگاری که اونجا بود، منظورش از این حرفای گتره‌ای، چون آقای مطلی گفته بود که همین روح الله مثلا حسینیان با 1000 نفر اومدن تهاجم کردن به خونه من و این آمارا رو که قطره‌ای میدونست. من به اصطلاح میگفت که این آقای منتظر این حرفای قطره‌ای زیاد میزنه، این هم یکی از اون حرفا بود. آخوند حسینیان برای هدف قرار دادن فایل صوتی آقای منتظری در سال 95 در دیدار با هیئت مرگ و قتل عام 67 و آبندی ذهن نیروهای درونی خودشون به تفصیل و با نقل خاطرات خود با منتظری سعی تو تخریب کامل اون داشت و از قول خمینی حتی گفت امام خمینی در جمع آقایان هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای، مشکینی بعد از عزل آقای منتظری میگوید که منتظری هم خودش فاسده و هم شاگردی که تربیت میکند فاسد تربیت میکند. توضیح این که مجری برنامه نیز میگه که این مطلب در هیچ کجای صحیفه خمینی نیست، یعنی اصلا چنین سندی نیست از قول خمینی، تا حسینیان در این مصاحبه بتونه شاهدین سخنان خمینی رو نام ببره. از بین 5 شاهدی که این سخنان منسوب به خمینی رو میخوام بگرن، خود رفسنجانی و مشکینی و احمد خمینی مردن، فقط خود خامنه‌ای زنده است و یه آخوند دیگه که طبعا هم معلومه. به روباه گفتن که شاهدت کیه؟ میگه دومم. آخوند روح‌الله حسینیان اکنون رئیس مرکز
اسناد انقلاب اسلامیه که از مورد اعتمادترین عناصر این رژیم که تمامی اسناد قتل و جنایت فساد زیر نظر و حفاظت اداره میشه. در این 14 هم یکی از مهرهای اطلاعات امنیتی همین حاکمیت جمهوری اسلامی بود، آنطور که خودش صریحا اعتراف کرده که در این متنش هست. سوال کردم آقای نیازی، اینم یک جلدی دیگه است، به هر حال من هم قاضی بودم، در این کشور 18 سال قضاوت کردم، سخت‌ترین جاها و امنیتی ترین پرونده‌ها، هیچ کس نمی‌تواند ادعا بکند که به اندازه من امنیتی ترین پرونده‌ها هم بنده رسیدگی کردم. از نظر من طی یک مصاحبه به شدت طراحی و زمان سنجی شده، آخوند حسینیان هراس وحشت خامنه‌ای و تمامیت رژیم رو از شرایط گریبانگیر بحرانی کنونی و به تعبیر همیشگی خامنه‌ای در تند پیچ ها به نمایش میذاره. طبعا این حسینیان یکی از اون جنجالی ترین عناصر جنایتکار شناخته میشه که برای درز دادن و رسانه‌ای کردن مسائل اطلاعاتی امنیتی ازش استفاده میشه. اینکم خود این فرد جهت ایفای چنین نقشی، یعنی ارعاب مردم و شایع هراسی رعب، یعنی النصب رعب، همچون شیوه های به کار گرفته ای که توسط چنگیز خان اعمال میشد، اجرا میشد و یا داعش به صحنه می اومد. اگر بدونیم شیوه های چنگیز خان و داعش هم تقریبا مشابه هم بودن، پیش از اینکه به شهری بخوان حمله کنن آنچنان شایعات رعب و وحشت ایجاد میکردن که اون شهر پیش از اینکه اینا بخوان وارد بشن به لحاظ روحی روانی در هم شکسته و فرو ریخته بود. اینها هم از نظر من سرکوبشون روی رعب بیشتر، اولین کار کرده رعب هم همین هست، ولیش این منافعش رو برده. اینجور که به اصطلاح خود من نظرم اینه، این آخوند یک باره نمیاد چنین حرفایی، اونم تو رابطه با قتل عام 67 اینجوری مطرح کنه، چون خودش قبلن هم میگفت بنده حدود یک ماه پیش، یعنی تو سال 1377 منظورشه، تو مدرسه فیضیه صحبت کردن، بلافاصله رفتن به آقا یعنی خامنه‌ای گله کردن که فلانی رفته علیه رئیس جمهور خامنه‌ای در مدرسه فیضیه صحبت کرده، که دفتر وقتی با من گرفت یعنی در خامنه‌ای گفت چی گفت؟ گفت که گفتم من چیشون حرف نزدم. خب بالاخره ما هم حرف داریم، ما نسبت به حرفا و ادعایشان نقد داریم. یعنی خامنه‌ای هم کوچکترین تحرکات اینا، کوچکترین حرفا اینا، حتی یه سخنرانی توی فیضیه، حالا چه علنی شده یا علنی نشده، هم گوش به زنگه و تذکر میده به اینا. من همین به اصطلاح تو مصاحبه خیلی روشنگرانه رادیو فردا با آقای لاهیجی و پسر آقای منتظری، همچنین آقای ایرج مصداقی و مهدی اصلانی در این رابطه صحبت کردن و اونجا خیلی خوب روشنگری انجام شده. اما مثلا تو یک نکته من خودم نظرم این نبود، اونجایی که آقای مهدی اصلانی میگفته این توی اون سایت هایی که مشخص متعلق به باند های خودشونه، همیشه هم توی این سایت ها صحبت که میکنن، از نظر من این تقلیل دادن اهمیت این مصاحبه و سخنان خود روحانیه، یعنی همین روح الله حسینیانه. کما اینکه من خودم شاهد بودم، سرچ کردم که این مصاحبه، یعنی همون چیزی که در سایت رو در رو پخش شد، اکثر خبرگزاری های خود این رژیم و سایت هاش هم که منعکس شده، یعنی ممکنه منبع مال سایت رو در رو بشه که اونجا با دست باز میتونه حرف خوشی بزنه، چون خیلی کنترل شده، طوری که مجری برنامه گویی که تمامی صحبت‌های اینو میدونسته چیه و گاهن هم بهش راه نشون میداده که چیا رو که مثلا طرح کنه و عنوان کنه. خب اونجا با دست باز میتونسته این صحبت‌ها رو انجام بده.
سخنان این آخوند حسینیان جلادکار از چند منظر میشه مورد بررسی و تحلیل قرار داد و این مصاحبه توسط یکی از عناصر اطلاعات امنیتی این نظام سندیه که خمینی برای حفظ جمهوری اسلامی دست به جنایت علیه بشریت زده و چند هزار نفر در سال 67 قتل عام کرده، چیزی که تا کنون این رو به این صراحت عنوان نمی کردن. در هر چند خط صحبت های آخوند حقایق تاریخی هست و وضعیت نظار این رژیم در شرایط دنیا. من به سخنان پیشینی که در رابطه با سیاست از هفت این شده بود تا ببینیم که اهمیت این سخنان تا چه میزانه. برخلاف ایادی خود رژیم امثال حداد عادل که تو سال 95 تأکید میکرد که رئیسی هیچ حکم قتل نداده و همچنین آخوند رئیسی نیست برای گریز زبونانه از حکم قتل صادر کردن با دروغگویی و زبونانه و جل تاریخ و نص صریح پیام حکم این مرحله 19 آذر 1393 در دانشگاه به اصطلاح شهید بهشتی در پاپه امور اعدام های 67 اینطور صحبت میکنه. در سال 67 افرادی که از منافقین پرونده اونا مورد رسیدگی قرار گرفته و در دادگاه حکم داده بود و دیوان عالی کشور نیز تایید کرده بود ولی فورا نیاز نبوده که حکمشان اجرا شود، مثل همین الان که بعضی پرونده های قاچاق حکم صادر و تایید شده اما نسبت به بعضی دیگر شدت کمتری دارد اجرا نمی شود. امام خمینی گفتند که آنها حکمشان تایید شده ولی به اجرای آن به دلایلی به تأخیر افتاده. هیئت‌هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه. فقط برای کسانی که جرم و حکمشان قطعی شده، یعنی همون سالهای 60 تا 67. من به دفتر نشر آثار امام گفتم مبانی فقهی حکم امام را توضیح دهند. برخورد امام در جریان نفاق برای همیشه کشور را از لوس این منافقین پاک کرد، اما برخی یعنی منظورش حسن روحانیه برای آنکه هدف برایشان وسیله را توجیه میکنه نسبت به من و امام و انقلاب تسویه حساب کردند، در حالی که من هیچ کدام از سه سمت تصریح شده در حکم امام را نداشتم. افتخار من آن است که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کردم، اما تعجب نیست به کسانی که مثل حسن روحانی است که مدعی حقوقدانی هستند اما بین دادستانی و قاضی فرقی نمیگذارند، در حالی که خمینی صریح گفته بود که این بایستی به اتفاق آرا باشه. مستقل از این فتوای خمینی شاهدانی هستند که از این زندان بیرون اومدن و خود رئیسی رو چشت بر چشت میدن. حکم قتل گرده رئیسی تاثیرگذارترین فرد در قتل عام بچه های کرج بوده. نزدیک به 40 تا 42 نفر از بچه های کرج تو گوهردشت کشته شدن، بالای سر دار رفتن. بعد این که میگه حکمشون اومده بوده، یعنی که ادامه، ولی ادامشون نکردن، در حالی که اینا دروغ محضه. حکمهایی که ما تو گوهردشت و تو آیبی میرسیم، خود بچه هایی که حکم 6 ماهه داشتن بهشون میگفتن که ملی کشت، یا 1 سال حکم داشتن، 2 سال حکم داشتن، اینا از زندان آزاد که نمی شدن و مشمول همین حکم خمینی شدن و همه شون رو در گوهردشت سربدار کردن. این در حالیه که متن حکم جنایتکارانه خود خمینی برخلاف حرفای این رئیسی زبونه
که میخواد از زیر اعدام ها فرار کنه. متن حکم خمینی بسته که مشروعش اینجوریه: از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردن و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور و همکاری با حزب بعث صدام و غیره، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضعی نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضع نیز در تهران برای اکثریت قاطع آقایان خود نیری، اشراقی و نماینده از وزارت اطلاعات، اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر، دادستان انقلاب و یا دادگاه، دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم است. رحم، ببینید تمام حکم خمینی اینجاست. رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا، یعنی وجه ایدئولوژیک مذهبی میده، همون جایی که بالاش هم میده، اینا به اسلام معتقد نیستن، منظور سازمانی که مجاهدین. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول و تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می شود می باشد. و سلام روح الله الموسوی الخمینی. خب اگر این حکم خمینیه، بس اظهارات این رئیسی زبون خیلی قابل فهمه. هیچ کس نمیتونه دستهاشو از این جنایت بشوره. شاهدین هستن، حکما هستن، تاریخ رو نمیشه که انکار کرد. اما آخوند حسینیان لازم بود که تو این شرایط بیاد و پرده ها رو کنار بزنه و به اعلام کنه که مردم با تشکر کنن از این آقای رئیسی، به دل قطعام شسته و نه انتقاد کنن. رئیسی جا میزنه، این میاد پشتش. من وقتی همین مصاحبه رو همون روز کشیدم، برای خود منم سکوت مجامع حقوق بشری و بین‌المللی درباره اظهارات این آخوند اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی و خون و خوی بهیمی کشدار چیزی جز ترویج نسل‌کشی و جنایت علیه این بشریت نیست. همچنان که در گذشته در 5 مرداد فکر کنم 1395 تو آلبانی بودم، اونجا هم به مجامع حقوق بشری نامه نوشتم که گفتم اگر در برابر اینا موضع نگیریم، محکوم نکنیم، طبعا اینا جریتر خواهند شد، از حرف به عمل خواهند پرداخت. این حرف ها، این سخنان که بوی خون و خوی بهیمی کشدار میده، اینا سوخباره همون موشک هایی که الان ما داریم توی یمن اینو میبینیم، تو سوریه میبینیم، تو عراق میبینیم، تو لبنان میبینیم. همچنان که اون آخون میبخشید اون پاسدار پیشین رفیق دوست تأکید کرده بود که اون سلاحی که تو دست اون مجاهد فلسطینی است، اون مجاهد هم سلاحشون رو ما میدیم هم ایدئولوژیشون رو ما تعیین میکنیم. اگر یک فردی در همین اروپا، در همین آلمانی که من هستم، چنین اظهار نظری در رابطه با کشت و کشتار بکنه، مشروع کنه جنایت علیه بشریت، تمامی احزاب، پارلمانترها، شخصیتها و مجامع حقوق بشری محکومش بکنه، چطوره این رژیم و این آخوند جنایتکار اینقدر واضح حرف میزنه و تاکنون سکوت کردن؟ این سکوت نه قابل فهمه و نه قابل درک. من یک نکته هم بگم، بود در رابطه با دام های 67 با
گزارش عفو بین الملل از نظر من گزارش اونجا اشاره کرده بود به اعدام‌های فضایی. آقای لاهیجی خیلی خوب توضیح داد، گفت مگر اعدام های دهه 60 یعنی سال های 60 اینا آزادی بوده. وقتی مثل من که بعد از انقلاب فعالیت سیاسی داشتیم، فعالیت تشکیلاتی داشتیم و یا به زندان افتادیم، انقلاب میدونیم چون باهاش رو در رو و چنگ در چنگ بودیم. من سخنان موسوی تبریزی دادستان کل کشور رو همون روز که تو تلویزیون انجام داد توی که اونجا میگو که از که هر کسی در برابر این نظام و امام عادلی بایستد کشتن او واجبه، زخمی اش را باید زخمی تر کرد که کشته شود. این حکم اسلام از چیزی نیست که تازه آورده باشیم. یادم بسیار مساوی بود که گفتن آقا جون چرا اینا را اونجا که دستگیر میکنی براشون میاریم بهشون رسیدگی میکنیم میاریم تو زندان بعد میخواییم بلاز پزشکی رسیدگی کنیم تا برین باجویی و دادگاه تا اعدام بشه. لازم به این مراحل نیست، تو همون صحنه هر کسی رو که میگین همونجا باید اعدامش کنید. این سخنان همچنان که برای ایجاد رعب و وحشت بوده که سیاست رژیمه، روح و روان این رژیم جنایتکاران به خوبی بازتاب میکنه. یا خود همین آخوند موسوی تبریزی که منم خودم تو زندان باش خیلی روبرو بودم، تو برنامه‌های سال پیشم گفتم که جلوی چشم من به اون خانومی که تقریبا تو محله ما بود، خونهشون تو سیمتری جی بود، بهش میگفت که من خودم اینجا برات یه هجله ترتیب میدم که این کلمه یادم نیست ولی صفا کنی. صفا رو دقیقا از خودم میگم، اون کلمهش تو ذهنم باقی نمونده. و اون خانم گریه کرد، تقریبا یه دختر 17 ساله بود که مادر و برادر کوچیک 9 سالش هم زیر باجویی بودن، پاهای مادرش از فرد شکنجه باد کرده بود که رو پاهاش نمیتونست واسته. من اون موقع اصلا متوجه نمیشدم این منظور تجاوزه، بعدها فهمیدم که بسیار تو زندان تجاوزم که میکنن. از قضا خود همین آخوند موسوی تبریزی رو دقیقا به همین دلیل از دادستانی برداشتن. یادم 63 یه خبر اومد که خانواده ها بسا که به همون دادن، من از دیوار مرس می زدیم که خبر این بود که موسوی تبریزی به خاطر خانوموازی از کار برداشتن. همه اینا چنین فاسد هایی هستن، کما اینکه خود روح الله حسینیان، من سوابق این جنایتکار رو سایت گذاشتم که در ارتباط با یک زنی بوده و پروندهش به دادگاه هم رفت. تو رابطه با این اعدام های فراغذایی که تمش گفتن، در واقع منم صحبتم با اون گزارش عفو بین الملل بود. شاید خیلی بهتر بود که این گزارش با افراد بسیاری صحبت بشه، کما اینکه من خودم شخصا اطلاعات داشتم، اگرچه اطلاعات من کمه و اطلاعات آقای ایرج مصداقی بسیار زیاده چون 3 سال بعد من تو زندان بوده و 25 سال که در خارج کشوره. یعنی من عین من تو محدوده حصار تشکیلاتی عراق و اشرف قرار که نداشت، طبعا میبایست از این اطلاعات استفاده بشه و بتونن حقایق رو اونجور که هست بیان کنن. چون اگر سراغ من می اومدن، خب من حقایق به اصطلاح بدون سمتوسو شده کانالیزه شده از یه طرف یه گروه و سازمانی رو بهشون که می دادم همون چی که هست، و این کمک می کرد برای شناخت و شناخت ابعاد این قتل عام. ما صحبت های روح الله حسینیان رو بالا عنوان کردیم، اما
میپردازم به متن سخنان لاجوردی که تناقض داره با صحبت‌های خمینی جنایتکار و حکم قتل عامی که سال 67 صادر کرد. لاجوردی در نماز جمعه تهران 26 مرداد ماه 1363 به اسلامی ها سخنرانی میکنه و این همون به اصطلاح روز انتخاب کرده که سالگرد کشته شدن و یعنی از پیش که دستگیر شده بودن شکنجه شده بودن این ستا پاسدار توسط سازمان مجاهدین و تو سالگرد همین ها این اومد تو به اصطلاح تو نماز جمعه و شروع کرد به صحبت. لاجوردی میگه بنا به مسئولیتی که بر عهده‌ام هست برادران از من خواستن که بخشی از عملکرد دادستانی در طول این چند سال خدمت شما عرض کنم. ما میهمانان خارجی، خبرنگاران خارجی و داخلی اینها رو همیشه دعوت میکنیم از زندان بازدید کنند. اظهارات یکی دو تا از کسانی که آمدن توی زندان اوین اظهار نظر کردن تان را برایتان میخوانم تا بدانید دیگران نسبت به ما چگونه قضاوت میکنند. یک خبرنگار آلمانی گفت من وارد گلستانی به نام زندان شدم. بازداشتی ها با لاجوردی شوخی و احوال پرسی میکنند و هیچ ترسی از قصاب تهران نداشتند. داخل گیومه نوشته که توی مطبوعات غربی نوشته شده که به من یعنی لاجوردی قصاب تهران از این برادران پزشکمان از خارج برای بازی در این سمینارهای پزشکی اومده بودن. یکی از همین پزشکان اینجوری میگه از یکی از زندانیان پرسیدم اتهام تو چیست؟ او پاسخ داد من یکی از اعضای سازمان منافقین بودم. این کشتن از سازمان آنها مبالغی پرداخت میکنه دروغ هم ما یه هم چیزی بعد تهمت زنه که نمیدونم اینا. اما اصل صحبت که من به عنوان فاکت اشاره میکنم تناقض با صحبت خمینی اینجاست. در ذهن صحبت با عده ای از رهبران سیجده منافقین پرسیدم آیا در زندان افرادی هستند که هنوز در کفر و الحاد خود مصررانه باقی مانده باشند و توبه نکرده باشند؟ تقریبا جواب منفی بود. از این رو نشانه های حیرت و تعجب در چهره روزنامه‌نگاران ظاهر گردید. این خود لاجوردیه، دشخیم ترین دشخیمان که هرگز کسی نمیتونه به چشما و چهره چندشاور این موجود نگاه کنه. از بس پشت و پلید بودیم، پشت و پلید بود. خودش میگه که از این روزنامه‌نگاران به اسم سوال کردن، میگه حتی افرادی موندن که توبه نکرده باشند، میگه تقریبا جواب منفی بود. خب آقای عزیز اگر سال 63 همه توبه کردن بس در این دانشگاه یعنی زندان شما که مثلا که مدعی هستید از هتل 5 ستاره هم بالا شرحایی که اینجا داده هیچ هتل اینجوری نیست توی این نماجون صحبت هایی کرده، اگر توبه نکردن چطوره 4 سالم زیر دست شما بوده که باید بیشتر توبه کرده باشن؟ اما حکم خمینی اذعان میکنه که کسانی که سر موزن بایستی حکم اعدام بهشون داده بشه. حرف خمینی رو باور کنیم و چند هزار اعدامی رو، یا این حرفای خود اسدالله لاجوردی رو؟ منظور من این است که ما هیچ موقع نمیتونیم به حرفایی که رژیم میزنه که این
تو چارچوب یک سیستم قضایی محاکمه شدن، اونها رو مبنا قرار بدیم. اصلا قضاوتی در کار نبوده، خیلی ها زیر شکنجه کشته شدن. اگر کم داریم چه این افرادی رو، خیلی از همین افراد زیر شکنجه ها از بس شدید و هولناک بود اعترافاتی کردن، اصلا چنین کارهای انجام نداده بودن. فقط به فقط برای اینکه از زیر شکنجه در برن حاضر بودن هر جرمی رو بپذیرن ولی این شکنجه ها تموم بشه. عده مقاوم هم بودن، حتی تک و توک مثل کوروش خاوری مصابر پذیرفت که فقط شکنجه ها تموم بشه. یه بحثی میکنیم شکنجه، آدم فکر میکنه که همچین چیزیه که مثلا زیاد سخت نیست. والا شکنجه هایی که ما توی زندان خود ایوه دیدیم وحشتناکتر از اون چیزی که به تصویر میاد. من خودم تمامی ابعاد زندان، شرایطش و ویژگی‌های بازجوش قبل از دستگیری رو داشتم. باور کنیم وقتی پام رسید اون اتاق 3 در اتاق 5 6 در 8 10 متری که دیدم، والله کشدارگاه هم اینجوری نبود. همه بچه‌ها از سقف واویزون بودن. دور تا دور دیوار پشتون کاغذ زده بودن این فلان تاریخ حافظون کردیم. کف تخت من که منو کابل که می زدن 1 متر پر خون بود، تا 30 سانت خون پف کرده بود. من پف 20 سانتی خون رو دیدم. از قصدم این خونها رو پاک نمی کردم که روبا وحشتی که بیشتر اجرا کردن. خیلی از اون بچه ها چه دختر چه پسر بودن که 3-4 روز توالت که نمی بردن، یعنی بوی خود مدفوع هم اونجا میپچید. اینم جز شکنجه ها بود. خود باجوها حداقل که به خود من 1-2 بار گفتن چجوری این کابل تحمل میکنیم؟ ما یه دونشو بخوریم، یه دونشو مادرمون میاریم اینجا چند تا نقطه. شرم‌آور که گفتنش. راستی حرفای لاجوردی رو ما باور کنیم که همه توبه کرده بودن و بعد 4 سال که باید بهتر و بیشتر توبه کرده باشن، چطور شد که بیش از 4000 نفر رو قتل عام کردن؟ گوشه ای رو ولو در حد چند جمله این آخوند حسینیان جنایتکار میاد برملا میکنه تو این شرط خاص، چون نیازمندشه. ببینید خمینی به درستی میگفت اگر لازم باشه امروز یه حرفی میزنم و فردا یه حرف دیگه. لاجوردی هم از اون جنسه. لاجوردی پیشونی جنگی این نظام بود، کینه ترین فردش و خوبش هم میگفت خصوصیات من همینه. من توی آلبانی هم به اصطلاح که مقاله نوشتم، اون موقع امکان انتشار نیافت. بعدن که اومدم تو آلمان این انتشار دادم، در رابطه با خود رئیسی صحبت کردم و همین جملاتی آخوند خاتمی میگفت که باید به اینا به اصطلاح جایزه بدن. و بعد اون صحبت‌های همین خامنه جلال که از نظر من تمرکز باید روی همین مهره پلید باشه که میگفت جای دشمن و جلاد عوض نشه، از دل من هرگز عوض نمیشه. و اعتراف حسینیان هم همین رو میگه که ترس وحشتشون رو بارز که میکنن. این آخوند حسینیان یه حرف خیلی قشنگی هم زده. ببین چقدر قشنگ اعتراف میکنه. یه بر اثر اون صحبت هایی که در سال 1396 تو انتخابات بر علیه رئیسی شده بود، رعب و وحشت ما رو فرا گرفته بود. به همین دلیل میگیم خامنه ای میترسونه، اما کسی که در واقع میترسه خودشه. ناگزیره که برای پنهان کردن این حراسش، مخصوصا در رابطه با قتل عام 67، اینجوری این نفر رو بفرسته به صحنه و به داد نیروهای وامونده خودش برسه که در
آینده چه بلایی بر سر ما خواهد آمد میبخشید. از نظر من قتل عام 67 موضوعش یک دومینویه که راه به تمامی قتل عام ها و جنایت ها تو این 14 میبره و حیات این رژیم به این مسئله گره خورده، همچنان که تو انتخابات ریاست جمهوری هم گفتم خیلی مهندسی شده این را آورد و ظاهرن هم با تقلب 16 میلیون هم به اسم خواهد به اسم این آخوند جانی رای تقلب کردن، گویی که این اعدام ها چنین مشروعیتی توش هست که 16 میلیون هم رای بهش دادن. به هم دلیلی که همه این قتل و جنایت ها سمبولیزه میشه تو همین قتل عام 67. اگر ما هم تمرکزمون رو بذاریم رو همین نقطه میتونیم خیلی نتایج بهتری رو بگیریم. من یک نقطه دیگه هم دارم در ارتباط دادخواهی قتل عام 67 که بعضی ها عنوان میکنن که این دادخواهی باید فقط جنبه حقوق بشری داشته باشه، ما نمیخواییم به اصطلاح بره تو دامنهای سیاسی وایر و یا طرح مثلا برچیدن این نظام، سرنگونی نظام. خب این حرف از نظر من همون حرف اکثریتی هست، همون حرفی هست که با این رژیم مماشاتگرن و استمرار طلبان این رژیم، یعنی همین اصلاح طلبان. مگر ممکنه دادخواهی تو چارچوب این نظام قابل دسترسی باشه؟ ببینید ماها آدم‌های جدی هستیم، جدی که به این صفت که یعنی عناصر مبارزی هستیم که 40 سال داریم این راهو میاییم، این رژیم هم شناخت داریم ازش. آیا همین حرفای آخوند روحانیان، آخوند روح الله حسینیان داله برای نیست که همون قتل عام را تکرار میکنن؟ مگر میشه صرفا دادخواهی کرد بدون خواسته های برچیدن این نظام؟ والا این نقض غرضه. اگر کسی میتونه این کار کنه یا در چنین توهماتی هست، والا این فقط داره به سود رژیم کار میکنه. من نمیگم آگاهانه، بعضیا ناآگاهانه اندیشه های غلط، گویی که صرفا میخوان این مسئله رو قتل عام 67 رو از بعد حقوق بشری بررسی یک جنایت بیان بهش بپردازن. اگه تو این 40 ساله توانسته این چنین کاری بکنی، تا این رژیم هست جنایت هست و بیشترش هم خواهد بود. این رژیمی که نه به این گروه های سیاسی، مشهد رو، حرم امام رضا رو منفجر میکنه، چون برای حفظ نظام که اوجب واجبات حرم هم میپره بالا، مرقد امامان عسکری توی راه گنبدش رو میپرونه بالا. چرا؟ حفظ نظام. شما فکر میکنه این رژیم تن به دادخواهی خواهد داد یا میشه از این قول و حیولای تاریخی یه موکند هر تصوری، هر دیدگاهی و هر برداشتی که در این سمت باشه جز هرز دادن انرژی ها به بیراه بردن این مبارزه و این اندیشه و این کارها چیز دیگه نیست؟ کمایی که همونهایی که قتل عام شدن مگه دنبال برچیدن این نظام نبودن؟ مگه طرفدار این نظام بودن؟ خواسته اونا چی بود؟ خواسته مردم الان چیه؟ بابا به این دلیل میگم ما آدم ها جدی هستیم. 23 اردیبهشت ماه شعار این دانشجویان از یک نظر خیلی جالب بود: اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا. تقریبا برای چند دومین باره که این شعار
در این تظاهرات های یک سال و نیم اخیر، یعنی از دی ماه 96 تا کنین مطرح که میشه، این تمامیت این رژیم رو نفی میکنن. من راجع به همین صحبت های لاجوردی از خاطرات خودم هم که بگم که خود لاجوردی تو همون سال 60 اومده بود تو اتاق ما در بند 2 زندان اوین و گفت فکر نکنید که بیرون خبری بشه و میان شما رو آزاد میکنن، اگه خبری هم بشه یا هر نوع حمله که به زندان بشه، ما برای هر اتاق یک نارنجک نگه داشتیم و این نارنجک ها پرتاب میکنیم تو اتاق، هیچ کدوم از شما زنده اینجا بیرون نخواهید رفت. خود حاج داود رحمانی هم بارها و بارها سخنانی به همین تعبیر عنوان میکرد که فکر نکنیم من دست و گل میندازم به گردن شما مثل زمان شما از زندان آزاد بشیم، هیچ که اینجا زندان، هیچ که اینجا زنده بیرون نخواهد رفت. اینکه ما بگیم عملیات فروغ جاویدان کاتالیزوری بود برای این قتل عام، از نظر من این ترم دقیقی نیست. دقیق اینه که رژیم بهانه و مستمسکش رو پیدا کرد برای چنین کاری. چه بسا اگر این هم نبود، این رژیم با این خونخویی که داره با بهانه دیگری که میتونست ایجاد کنه به نحوی باز همچنین جنایت رو انجام بده، مثل هم قتل هم هایی که قتل های زنجیره‌ای انجام داد. اما حتی اگر بهانه رو هم در نظر بگیریم، این عذر بدتر از گناهه. یعنی چون سازمان مجاهدین حمله کرده تو عمد فروغ جاویدان به کرمانشاه و این قتل عام رو انجام دادیم، چون اینها زندانیان دست بسته ای بودند که در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین نوع زندان‌ها به لحاظ امنیتی امکان هیچ گونه فعالیتی که نداشتند. ما خودمون اون زمان از سلول انفرادی اومده بودیم بالا، دو سه سالی بود که تقریبا تو بندهای فرعی بودیم. فرعی تقریبا بین سلول انفرادی و بند عمومی. واقعا حتی تو رفتن به هواخوری روزی نیم ساعت هم که مشکل داشتیم. ما چطور میتونستیم در زندان اقدام به هماهنگی با سازمان مجاهدین بکنیم؟ یعنی این تهمت ها رو، این صحبت هایی که آخوند روح الله رئیسیان انجام میده، خیلی واضحه که همه اینا بهانه هایی بوده برای این اعدام. صداتون نمیاد. بله. اگر میشه اون 4-5 تا عکسی که من فرستادم رو که میتونین پخش کنین، یا بله بله من چون تصویر خودم ندارم، ولی بله مثلا تصویر اول حضور همین لاجوردی جلاد تو نماز جمعه تهران که تو روزنامه هم انعکاس یافت، بعد عکسای با اون خبرنگار خود آلمانی که با لاجوردی مثل صحبت میکرد، و دو تا عکس هم از شرکت زندانیان که همراه خود لاجوردی این هم با جمعه بودن. من میگم که توی این شرایط در این به اصلا شرایطی که تحریم های قاطع
و هر دم فزاینده‌ای که آمریکا ادامه داده و روانه شدن ناو و بمب افکن‌های B-52 به خلیج فارس، تحریم‌های جدید صادرات بخش فلزات و غیره اینا، و همچنین بیانیه که 19 اردیبهشت به امضای فدریکا مدری، خانم فدریکا مگرینی و همچنین وزیران خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه رسیده، از اقدام اخیر ایران و خروج محدود از برجام شدیداً ابراز نگرانی شده و آمده است که ما هر رجعی را رد میکنیم، ضرب رجعی که حسن روحانی گذاشته بود، و اجرای تعهدات ایران در زیل برجام و همچنین امپیتی را پیگیری خواهیم کرد. تو این شرایط عرصه رویارویی خارجی، خامنه‌ای خاکریزهای این رویارویی رو با دشمنان انقلاب اسلامی از سوریه، عراق و یمن از سر ناگزیر این خاکریزها رو آورده دو داخل ایران، یعنی با ورود این هشتر شعبی و غیره، همچنان که خود این محسن رضایی میگفت که سوریه مرد سرخ ما سال 94 گفته بود و دیگر مقامات دولتی و نظامی هم بارها روی این مسئله تاکید کرده بودن که ما خط دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان رو به خارج از مرزهای ایران کشیدیم. اگر در خارج از مرزهای ایران خط نبندیم، باید در داخل کشور با آنها روبرو بشیم و به جنگ آنها برویم. اینک با پایان یافتن این جنگ های سوریه و داعش تو عراق و این مذاکرات حوثی ها تو یمن، به ناگزیر این خاکریز آورده تو داخل این میهن. هم عرض با آن، با ابراز تهدید، با ابزار تهدید، آن هم به صورت مبهم و دوگانه، یعنی به بازگشت دوران قبل از برجام که حسن روحانی مطرح کرده بود، رژیم تو استثنایی که مطلقه سعی میکنه به هر میزان که امکانش هست اروپا رو به خودش نزدیک کنه و همچنین هم عرض با اون در عرصه رویارویی داخلی با مردم ایران چنگو نشان دادن که به مردم و خط سرکوب مطلق دست به ایجاد ارعاب مردم زده تا با یادآوری و تداعی قتلام 67 تهدید کنه که اگر لازم باشه بسا بسا بیشتر از آن واقعه تاریخی نسل کشی به قتلام خواهند پرداخت. کما اینکه تو این روزها هم چندین گشت را انداختن و از جمله گشت رزیون. خب نیازی به این گشت ها نیست، اما هی اسم عوض میکنن بیشتر برای ارعاب و ترسوندن و حتی بسیار زیرکانه و مزورانه نامگذاری خیابانهایی به نام شجریان و مصدق رو جهت استفاده ابزاری از مقوله ملی و مردمی در اذهان خود مردم نیست قابل توجهه. تو آخرین سریال هم که گفتم که همین گشتها رو که گذاشتن که این رسانه ها بهش خیلی پرداختن. من دو نوع به اصطلاح دو موضوع هست که تیتری بهش وقت میکنم، به اصطلاح که مطرح میکنم، چون خودم نمیدونم چقدر وقت داریم. آقای بهبانی بله ممنونم، همینقدر کافیه برای من. تقریبا نوعی از عرق بظاهر میهنی و صف‌بندی کاذب ملی‌گرایانه در خدمت به این رژیم آخوندی و یاری رسوندن به اون کسانی که بظاهر از عرق ملی‌گرایانه و وطن دوستی خطاب به رژیم پلید جمهوری اسلامی و حاکمیت اهریمنی ولایت فقیه میگن هشتر شعبی رو از میهن خارج کنید، گویی نمیخوان به این رژیم بگن که دشمن مردم و اشغالگر اصلی کسی نیست جز همین رژیم. هشتالشعبی و نیروهای بومرزی این سپاه قدس جزی از این حاکمیت و ایدولوژی اسلام هم کمایی که تو قانون اساسی هم اومده که از همه که مستضعفین پشتیبانی میکنه در سطح جهان، کما اینکه از همین نیروهان تو دهه 60 تو جنگ ایران عراق استفاده میکرد، اسمشون نیروی نوه بد بود.
حتی پیش از این هم نیروهای غیر ایرانی که نظیر جنبش عمل لبنان، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و تو سالهای اخیر همین هشتور شعبی و فاطمیون افغانی و نمیدونم زینبیون پاکستان و حوثی ها یمنی، اینا پدیده خلق و ساعده که نیستن. و پیش از این هم خود خمینی بیش و پیش از اینها هم خود این خمینی جد آباد مرامسلکی همین داعش و هشتور شعبی در ایران و منطقه است. مگر خود خمینی و این رژیم در ذهن و عین غیر از داعش است؟ حتی خود قاسمی میگفت که بابا جون حتی سربندهاشون هم اینا از ما گرفتن و شعارهاشون. من وقتی صحبت داعش میشه صحبت اینه که خب اگر شما با سازمان مجاهدین که در فروغ جاویدان حمله کرد به مرزهای ایران اینا رو به این دلیل کشتیم، خب این گروه های چپ و مارکسیستا رو با چه عنوانی اعدام کردیم؟ خیلی از اینا رو با زور با کابل وادارشون کردن که نماز بخونن، حجاب بر سر کن، سیبیل هاشون میزدن. مگر این اسلام همون اسلام داعش نیست؟ داعش که پدیده جدیدی نیست که، داعش رو ما همون سال 60 تو زندان ها دیدیم. من خودم چندین صدای زنها رو شنیدم تو سلول های انفرادی گوهردش که صحبت تجاوز بهشون شده بود، خودکشی کردن. و همچنین از اخباری که ما داشتیم توسط مورس میزدیم که همین پاسدارها و باجوها شبها میرفتن تو سلول انفرادی های زنا که تو طبقه پایین بند ما بودن تو گوهردش. مگر چینیسی تو اوین نبود؟ خب من تو برنامه های قبلی چون گفتم اینا رو عنوان نمی کنم. درباره حضور چنین نیروهای تو داخل ایران اتفاقا تمامیت رژیم مستقل از جناح بندی هاشون چه اصولگرا چه اصلاح طلب در چارچوب حفظ و بقای این رژیم متفق قولن. از قضا اصلی ترین سخن و نیز متعلق به باند اصلاح طلبانه که برخلاف گفته های مزورانه پیشین برای جمع‌آوری آرا ورود این نیروها را توجیه و تفسیر میکردن. بهترین حرف رو به نظر من خود علی مطهری زده، میگه مرزهای آبی خاکی یک قرارداد مصنوعی هست، وطن اونجاست که اسلام باشه و الا ایران عراق که اسکوزاریست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید میکنه که هر جا اسلام باشد وطن همانجاست و لذا باید هر دو به هم کمک کنیم. اینا بهترین حرفم اون از فرابادت رئیس دادگاه انقلاب اسلام تهران که اگر انقلاب را یاری نکنیم هشتور شعبی عراقی فاطمیون غیره به انقلاب کمک خواهند کرد. از نظر من هر گونه دایه ملی میهنی تو این جهت چیزی جز خدمت رسانی به این رژیم نیست. مورد دوم، شیپورچیان حراس از جنگ و تحریم و موضع به ظاهر مردمی را در خدمت به رژیم آخوندیه. اینا که با سوس جنگ و تحریم میترسونن، با سوس تحریم مردم، خب اینها پیش از این که این شیپورها رو بر علیه این رژیم جانی بکشن بر علیه تحریم ها میکشن. مگر اون زمانی که تحریم نبود، حراس جنگ نبود، بعد از جام زهر هسته‌ای در سال 94 این رژیم چی خدمتی به این مردم کرد؟ مردم به همین دلیل فهمیدن و میان تو خیابون شعار میدن که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، ما باید طرف مردم بایستیم یا طرف آخوندا، یا آگاهانه این حرف رو میزنیم در خدمت رژیم یا بدون دانش و آگاهی و اطلاعات این سخنان رو بر زبان میارین. اما هر دو
در جهت منافع رژیم استفاده میشه. من در همینجا صحبت هامو تمام میکنم و در آخر یک شعری میخونم که اگر هست لحظه من بیارم شعر این شعر این شعر آخرونم به عنوان استختام این برنامه. قلبم صداقت گل را میخواست نه کاغذ و کاه. احساس را به سخره میگرفت گلهای بیبوی کاغذی، طعم برودت یخین نگاهش چشمی برای نگاه کردن نداشت. مردمک شیشه بربک زده ماهی دودی به رنگ احساس تعلق نداشت. بیان که پوسیده باشد خشکیده بود کاغذین و کاهوار. گوسفندان آفتاب می‌خوردند بر سر سفره رنگین کاه و کاغذ. ما گل را می‌خواستیم با طرفه از شمیم خوشش، نه کاغذ و کاه، نه رنگ و لعاب. قلب صداقت گل را می‌خواست چون عطیه عشق، و عشق رایحه‌ای می‌خواست همسنگ و تالی مجنونش. من ایمان دارم ما به این عشق خواهیم رسید، یعنی همون آزادی، آزادی که یک تشنگی تاریخیه برای انسان. بسیار ممنونم از این زمانی که برای من دادین تا بتونم در این رابطه صحبت کنم. بله، ما هم از شما ممنون و سپاسگزار هستیم که تونستیم از تجربه و دانش استفاده کنیم. بسیار ممنون جناب نادری، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگویی. سپاسگزار از شما. ممنون. بادرود. بسیار ممنون. متشکرم. بها دوستان، شنیدین فرمایشات آقای نادری رو. او بالاخره داغ و درفش رو با پوست و گوشت و استخونش لمس کرده. او یکی از این هزاران قربانی این نظام اهریمن است. ما می توانیم از شر این نظام خلاص بشیم اگر که بخواهیم. از اینکه دنبال کردی از شما نازنینانم سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی بکن، اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. آدرس ما هم در تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی عدد 1. خوشحال میشم که همراهی کنید. ممنون از شما. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.